سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم. برای فال روزانمون عزیزان دل میپردازیم به انرژی اول مهر، جمعه اول مهر. دوستان عزیزان، مهر ماهی تولدتون مبارک. مثل همیشه دوستان خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یاران که هستین در کنارم. دوستان، میپردازیم به انرژی ها و ببینیم اولین انرژی که با شما عزیزان دل همراهی میکنه چه انرژی هستش. کارتی که برگشت، اینو برمیدارم. دوستان، تغییر و تحول مثبتی که در زندگیتون داره اتفاق میفته دوستان. شاید یک زمانی برای شما این تغییر و تحول سخت بوده، ولی در حال حاضر عزیزان دارم میبینم میپذیرم این تغییر و تحول و نوری هستش که از اون پشت داره میتابه و راهش شما رو داره روشن میکنه. خب ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن. من این مقدار کارتا رو دور گذاشتم. امروز مثل که خیلی میخوان صحبت کنن. ببینید دوستان، یک سریاتون در یک انتظار هستین. انتظار هستین، چیز سختی رو پشت سر گذاشتین. چیزی داره میمیره و چیز دیگه جاش رو داره میگیره. یک سریاتون در انتظار هستین و مجبور به این هستین که دیدگاهتون رو روی مسائل عوض کنین. نمیتونم حرکت کنم، یا قربانی هستم، قربانی مسئله هستم، یا منتظر این هستم که کسی بیاد دیدگاه منو عوض کنه. در واقع این کارت حرف از شفا هم میزنه دوستان. یک سری از شما، من فکر میکنم که شاید بعد از یک دوره سخت که از زندگیتون گذشته دوستان، تغییری که در زندگیتون اساسی به وجود اومده و مجبور به یک ایست بودین، یک شفایی دارین پیدا میکنین. یک دیدگاه، حتی شفا میتونم بگم از نظر دیدگاهتون بر روی دنیا هستش. دیدگاه هم رو عوض میکنم، ولی خب به هر حال کارتی هستش که شما رو در یک انتظار میذاره. خب یه وقتایی آدم در کاری از دستش بر نمیاد جز این که منتظر باشه و دارم میدونم پشت این در باز هست براتون و حرف از سرنوشت میزنه. پس گشایشی در کار شما داره به وجود میاد، مکالمهی داره سمتتون میاد دوستان. مسئله هستش که شاید روی اون خیلی زحمت کشیدین و انتظار کشیدین و الان دارم میدونم مسئله دارن باز میشن. توجه کنید دوستان، اینجا مسئله هست برای من که در گذشته بوده، قسمت سخت در گذشته بوده. من فکر میکنم برای یک سری انتظارها به پایان انتظار رسیدیم، چون پشت سرش دقیقا گشایش برام افتاد. خب و اما بریم ببینیم که کارتای دیگه بهمون چی میگن. خب من از کارت شیشیک استفاده میکنم مثل همیشه، ولی در ابتدا از اوشوزن. امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه دوستان. و ببینیم دوتا کارت افتاد. مسئله که ببینیم براش جنگیدین، زحمت زیاد کشیدین و مسئله بوده پر از استراب، ولی ببینیم سرچشمه در کنارتون هستش دوستان. کائنات در کنارتون هستن، بسیار زیبا. و ببینیم آخرین کارت ها چی بهمون میگن. سر تعظیم فرود آوردن. برای چی؟ برای اینکه شاید مسئله‌ای که منتظرش هستم دارم بهش میرسم. ببینیم باز هم حرف از فراوانی مالی و معنوی میزنه و چارچوبی مستحکم. یک سری ها هم میجنگن برای اینکه نمیخوان سر تعظیم فرود بیارن. صبوری کردم، سرنوشت در کنارم هست، چرا سر تعظیم جلوی کسی فرود بیارم؟ میجنگم، باشه که استراب دارم، ولی موفق خواهم شد. خب و اما بریم ببینیم که کارت های دیگه بهمون چه میگن در ابعاد مختلف زندگیتون. دوستان امروز از پوتیل و نورمان استفاده میکنم. میدونم که ایرونیان بهش میگن لنورمان، فکر کنم لنورمان یا لنورمان نمیدونم، ولی به هر حال اسمش هست پوتیل و نورمان.
حالا بریم ببینیم. چه خبر هست در ابعاد مختلف زندگیتون؟ مسائلی بسیار زیبا در راه هستن براتون، برای سری دوستان و در سر شما چه میگذرد دوستان؟ در سر شما منتظر یک خبر هستین، منتظر یک تغییری که تحولی هستین. به هر حال خودتون هم انگار بهتون الهام شده که تغییری در راه هست، تغییر تحولی در راه هست. در مسائل احساسی در ارتباط با آقای یا برای شما که آقایی هستین دوست عزیز، توجه کنین، دارم میگم نگرانی هستش. مسائل مبهم هستن. روشنایی، ببینید نگرانی ابر میاد و میره، ابر جاودانه نیست، ولی ابر باعث گم و گیجی هستش و ابر باعث یک سری از دلهره ها هستش و دلواپسی ها هستش. در مورد مسائل کاریتون دوستان، بسیار زیبا، مسائل کاری شما تغییر و تحول بسیار زیبایی درش میبینم. به سمت بالا میرم، کوچ میکنم، میرم به اون جایی که حال من خوب میشه. در مورد مسائل کاری، اون چیزی که دلتون میخواد براتون میاد. دوستان همیشه بهتون گفتم این کارت، کارت مسائل قضایی، دادگاهی، مهاجرتی، اداری، سازمانی هستش. برای یک سری ها واقعا در یک مهاجرت دوستان، براشون اون چیزی که دلشون میخواد گیرشون داره میاد. و اما در مورد مسائل مالی شما چه خبر هست؟ در مورد مسائل مالی دوستان، یک مقدار دلخوری دارم میبینم، دلواپسی براتون میبینم. موش وقتی که میاد، ولی اینکه کارت قبل خیلی زیبا بوده، درجه اینو پای میاره. مواظب این باشین که یک چیز قشنگی رو ازتون ندازن. ممکنه طلایی باشه، ممکنه یک چیزی باشه که شما بهش خیلی وابستگی دارید. پس مواظب این مسئله باشین که این مسئله اتفاق نیفته. پس مقداری شاید دلخوری داشته باشین از نظر مسائل مالی. مسائل خوب جلو میرفتن، یک باره انگار که یک چیزی کم میشه، یک دلخوری به وجود میاد. و در مورد چالش شما چی هست دوستان؟ چالش شما این هستش که دوستان بحث نکنین، دعوا نکنین. چالش شما این هستش که شاید روی یک مسئله نباید تعصب داشته باشین. و چالش شما این هستش که باید پشتکاری کنین. یک چیز رو تکرار کنم تا اینکه به اون بخوام برسم. پس حرف از پشتکاری برای شما میزنه. مسئله که کمکتون میکنه دوستان، روشنایی و شفافیت هستش. در هر مسئله که هستین نور و روشنایی بیارین. هر کاری رو که انجام میدین با جون و دل انجام بدم و بخشنده باشم. و به چه سمتی میریم دوستان عزیزان؟ ببینین، من یک کارت دیگه برمیدارم روش. به سمت یک دوره میرین که در اون تازگی ها زیاد هستن و مسائل و سبکبالی هستش. باز هم این کارت، کارت مسائل زیبا، این پشت هستن دوستان، بسیار خوب و عالی. خب عزیزان دل، من توضیح در مورد فالتون میدم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه. پس برای یک سری دوستان دارم میبینم که از یک بستگی دارین در میانید. بعد از اینکه شاید مسئله سختی توی زندگیتون تمام شده، مسئله بوده که از شما انرژی بوده برده، براش جنگیدم، استراب زیاد داشتم و سرنوشت در رو براتون باز میکنه و دارم میبینم سر تعظیم فرود میارم، شکرگزاری میکنم در مورد مسئله. و همونجور که گفتم، یک سری ها خودتون رنگیدین، خودتون یک خوشبختی رو برای خودتون ساختین، کائنات در کنارتون بودن، ولی سر تعظیم در مقابل کسی دیگه فرود نمیارم، چون بس هستش. هرچه دارم چه هستش؟ از برکتی سر خودم هست و از زحمات خودم هستش. در سر شما به فکر یک تغییر تحول هستن، یا یک پیامی بفرستم یا پیامی به دستم برسه دوستان. در مورد مسائل احساسی، برای شما خانم، در مورد یک آقا یا برای شما آقا، دارم میبینم که مقداری دلخوری های وجود داره، نگرانی های وجود داره، همه چیز روشن نیستش. و در مورد مسائل کاری دارم براتون جابجایی کاری میبینم، یا اینکه مسئله هستش که حال دلتون رو خوب میکنه، مسئله که واقعا دلتون میخواد به اون دارین میرسین و اوج میگیرین دوستان. در مورد مسائل مالی باید بیشتر مواظب باشه، مواظب باشه این روزا چیزی ازتون ندوزن، چیزی رو گم نکنین، چون مسائل مالی داره جلو میره. یک بار میگم دلخوری هایی ممکن هست وجود داشته باشه.
در مورد مسائل چالشی شما این هستش که پشت کار داشته باشین، بحث و دعوا نکنین دوستان، و اینکه برای مسائل باید تلاش کنین. در مورد چیزی که کمکتون میکنه، روشنایی بیارین، گرما بیارین، و اینکه از آنچه که دارین دوستان کاری که انجام میدین با دل و جون انجام بدین. به سمت چی میرین دوستان؟ به سمت یک دوره‌ای دارین میرین دوستان که ممکن هستش که سبکبالی در اون باشه و یک شروع قشنگ در اون باشه. خب دوستان عزیزان، این از این قسمت فال، و اما از هر چه بگذریم سخن قطب مؤنث خوشتر است. قطب مؤنث و نه جنس مؤنث، افرادی که مسائل احساسی و معنوی براتون خیلی مهم هستش. دوستان بریم ببینیم چه خبر هستش در کارت ها. قطب مؤنث میگه میخوام تو رو بردارم و بزنم توی جعبه که تو فقط برای من باشی. پس قطب مؤنث بنده خدا خیلی امروز خودخواه شده. بدبخت میگه که من احساس بدبختی میکنم و اینکه من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم که گریه نکنم. خب اتفاقی افتاده برای قطب مؤنث و اینکه میگه که من منطقی هستم و شرایط رو از دید منطقی میبینم و به حس ششم خودم توجه نمیکنم. اینجا برای من قطب مؤنث ببینید، یک جا احساس بدبختی میکنه، یک جا منطقی هستش، یک جا میخواد یه نفر رو بگیره زندان کنه. پس تناقض هایی در قطب مؤنث دارم میبینم وجود داره. خب اتفاقی افتاده در زندگی قطب مؤنث که شاید اونو به گریه انداخته. مسائل میخواد با دید منطقی ببینه، خوبه یه مقدار قطب مذکرش بره بالا و متعادل بشه. اینکه حالا میخواد یه نفر رو زندانی کنه، نمیدونم آیا شخص احساسیش هستش یا مسئله هستش که براش خیلی مهم هستش. خب یا اینکه میخواد حس ششمش رو زندانی کنه. دوستان قطب مؤنث میخواد مسائل منطقی ببینه و نه اینکه از حس ششمش استفاده کنه. ولی که قطب مؤنث، یکی از خصوصیات قطب مؤنث حس ششمش هستش دوستان، و متاسفانه حس ششم وقتی که خیلی باهمون حرف میزنه، وقتی که چشم سوممون خیلی باز باشه، یه وقتایی واقعا احتیاج داریم که ببندیمش و بریم ببینیم که ببندیمش، چون آدم خسته میشه وقت از پیام هایی که دورو برش دریافت میکنه از چشم سومش. بریم ببینیم که دوستان چه خبر هست در انرژی های قطب مذکر و نه جنس مذکر، افرادی که مسائل احساسی براشون مهم هستن. هست سر کارت افتاد، نمیخوام اینا رو بردارم. چرا اینقدر زور اجبار میکنن که من بردارم؟ پس منظور آقایون نیستن، لطفا آقایون توجه کنین، من نه مرد ستیز هستم نه با شما مشکلی دارم. من در مورد قطب مذکر حرف میزنم. قطب مذکر شما خانم میتونین باشین و یا آقا میتونین باشین. 95% افرادی که فال نگاه میکنن قطب مؤنث هستن یا افرادی هستن که دو قطبشون متساوی هستش و یکسان هستن، نه قطب مذکر هستن و نه قطب مؤنث هستن. خب بریم ببینیم چه خبر است در قطب مذکر. میگه که من تو رو نگاه میکنم، حرفی بهت نمیزنم و یه چیزی رو ازت پنهان میکنم و اون عشق من هست. چه عجب، من میخوام تو رو لوس کنم و میخوام از تو محافظت کنم. اوکی. و اینکه میگه که من نمیدونم کی هستم و نمیدونم کجا هستم و اینکه نمیدونم برای چی اصلا از تو فرار میکنم. خوبه قطب مذکر داره یک تلنگرهایی بهش میخوره. برای یک سری از عزیزان توجه کنید، قطب مذکرهایی هستن که دارن متعادل میشن، دارن متعادل میشن این روزا دیدم. و اینکه الان تازه انگار یک سریاشون تلنگری بهشون وارد شده، میگه که بچه من دارم از تو فرار میکنه. خب مگه چی شده؟ چشمشون باز شده. خب دوستان من یادم رفت کارت های احساسی رو براتون بکشم، پس دوتا کارت احساسی براتون میکشم. برای یک سری ها عزیزان دل توجه کنیم، برای یک سری هاتون در ارتباطی هستین که در این ارتباط
ژرفایی نداره دوستان. ممکن هست با شخصی باشن که باهاش یک رابطه روحی عمیق داشته باشن، ولی مسئله شده مسئله سطحی. این یک طرف قضیه هستش. طرف دوم قضیه، شما در ارتباط با شخصی هستین که اون شخص به رابطه شما اهمیتی نمیده، به خاطر اینکه در یک رابطه دیگه هستش، در یک ازدواج هستش، رابطه هستش که براش مهم هستش. اینم از این. و بریم سراغ بله پیام عزیزان که در جدایی هستین، در گذشتگان احساسی شما چه پیام براتون دارن؟ دوستان قبل از اینکه برم سراغ این کار، من فال‌های مهر ما رو براتون گذاشتم. برای تمام برج‌ها فال‌های کلی و جنرال. اون عزیزانی که توجه کنین، عزیزانی که اردیبهشت ماهی هستن، متولدین اردیبهشت، من اشتباه لفظی زمانی که شروع کردم فالشو خوندن گفتم خرداد ماهی، برای اردیبهشت ماهی های هستش. مریض بودم، نمیدونم چجوری از ذهنم نمیاد بودم، من گفتم خرداد ماهی، نگران نباشین. و در دو تا ویدیو ضبطشون کردم، چون یه ویدیو کافی نبود، خیلی زمانش زیاد بود و الان با سرعت‌های اینترنت متاسفانه در ایران گفتم عزیزان بتونن راحت‌تر نگاه کنن. من به تو قول میدم، من واقعاً دوست دارم که به قولی که بهت میدم وفادار باشم، برای اینکه نمیخوام دیگه تو رو ناامید کنم. تو برای من خیلی مهم هستی و من الان تازه دارم آگاه میشم به این مسئله که اکثر اوقات به قولم وفادار نبودم در ارتباط با تو، و اینکه میخوام در حال حاضر همه چیز درست بشه و بهت میگم که تو میتونی روی من حساب کنی. خب اینم حرفای شخص احساسی تو. و فرشتگان مقرب چه پیامی برامون دارن دوستان؟ تغییر و تحول. زندگی یک مسافرت هست. واقعا همه چیز یک نواخت بود اگر همیشه همه چیز شبیه به هم پیش می رفت و مثل همیشه بود. برای اینکه زندگی تغییر کنه، پس بنابر این چیزهای مختلف و تازگیهای درون اون هست. بذار زندگی لطفش رو در حق تو بیان کنه، نرمش باید داشته باشه. در واقع قدرشناس اون چه که هست دارین باش. و ببین حرف از سپاسگزاری اون بالا میزد، و اون چه که میخوای خواهد شد. بسیار خوب. پس برای یک سری ها دوستان حرف از تغییر و تحول میزنن. یک سری هاتون واقعا ببین تغییر و تحول اون بالا بود و قدرشناسی اونجا بود. پس مسئله سختی رو یک سری هاتون پشت سر گذاشتین دوستان، و میگه که قدرشناس آنچه که در زندگیت اتفاق داره میفته باش، هنوز نیومده ما قدرشناس باشیم. اوکی، ولی یه وقتایی هست تغییر و تحولاتی هست که پوست آدم رو کاه میکنن و دیگه خنده رو از روی لب آدم بر میدارن. خب تغییر و تحولاتی هم هست که بسیار زیبا هستن، ولی متاسفانه ما یک سری از ماها برنامه های ذهنیمون اینجور شده که فقط اون منفی ها رو نگاه میکنیم. مثبت ها رو که همین که راحت نفس میکشم خودش یک موهبت الهی هستش. خب دوستان بریم ببینیم عزیزان از دست رفته در چه انرژی هایی هستن. خب با هم دیگه ببینیم. مکالمه با خود، با تو. این لحظه رو خیلی وقت هست که منتظرش بودم. میدونی بزرگترین خواسته من این هستش که با تو صحبت کنم، به هر صورتی که شده، و مخصوصا برای اینکه بهت بگم که من اینجا صداهای تو رو میشنوم. الان تمرکز کن و نگاه کن دور و بر تو به علائمی که از خودم برات گذاشتم. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیزان این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.